سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به مجموع برنامه در دادگاه خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتل زن جوان در پاتوق شیشه ای ها میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1393 و در تهران اتفاق افتاد در سری مجموعه در دادگاه ما به بررسی پرونده های جنجالی ایران و به دادگاه های اونها میپردازیم و پرونده رو از زمان وقوع قتل تا رأی نهایی دادگاه بررسی می کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. شامگاه 24 آبان ماه سال 1393 به بازپرس دادسرای امور جنایی خبر رسید دختر جوانی در یکی از بیمارستانهای جنوب پایتخت جان باخته. اونطور که پزشکان گزارش کرده بودند روی بدن متوفا آثار جراحت متعدد و شکنجه به چشم میخورد و به نظر می رسید اون به قتل رسیده. در جریان بررسی های اولیه مشخص شد که مقتول در خونه زندگی می کرد که پاتوق افراد سابقه دار بود و صاحب خونه که به سر جوونی به نام اکبره از جمله افراد سابقه دار منطقه است. پسر جوان در اصارات اولیش به پلیس گفت چند ماه قبل با سیما تو پارک آشنا شدم و بعد از اون سیما به خونمون رفت آمد داشت و از مادرم مراقبت میکرد. تا اینکه شب حادثه وقتی به خونمون اومد مجروح بود و حال خوشی نداشت. به همین دلیل منم خیلی زود اونو به بیمارستان رسوندم. اما اون فوت شد. با وجود اظهارات اکبر تحقیقات پلیس درباره وی نشون میداد اون حقیقت رو پنهان میکنه. تجسس های پلیس حاکی از این بود که بجز سیما دختر جوون دیگه ای هم به خونه وی رفت آمد داره. به این ترتیب وی به نام نگار هم تحت بازجویی قرار گرفت تا ابعاد دیگه ای از این ماجرا روشن بشه. زن جوان که از خونه شوهرش فرار کرده و یازده ماه رو در خونه اکبر گذرونده بود روایت دیگه ای رو برای معموران بازگو کرد و گفت سیما به دلیل زلبات مشت و لگد اکبر به قتل رسیده. اون گفت من و سیما به خونه اکبر رفت آمد داشتیم. اون جوون خشنی بود و اگه از چیزی ناراحت می هیچ کس جلودارش نبود. اون شبم با سیما جر و بحث کرد و در ادامه با مشت و لگت به جونش افتاد. میخواستم پادرمیونی کنم اما اون گفت تو دخالت نکن. منم به اتاق دیگه ای رفتم و از اونجا صدای ناله های سیما رو میشنیدم تا اینکه صداش قطع شد. حالا اون خوب نبود. براش آب غند درست کردم اما فایده ای نداشت. مجبور شدیم با اورژانس تماس بگیریم و اونو به بیمارستان ببریم اما اون فوت شد. اظهارات دختر جوان نشون میداد اکبر سیما را به قتل رسونده با این وجود معلوم نبود انگیزه یه پسر جوان از ارتکاب این جنایت چیه به همین دلیل وی بار دیگه تحت بازجویی قرار گرفت و این بار حرفای تازه ای زد اون گفت من با سیما تو حوالی میدون راهن آشنا شدم و اونو به خونم بردم اون دختر خوبی بود اما نمیدونم چطور شد روز حادثه عصبانی شدم و با یه میله آهنی اونو کتک زدم. واقعا خودمم نمیدونم چرا. اما اونقدر اونو کتک زدم تا بیجون شد و روی زمین افتاد. بعدم اونو به بیمارستان بردم اما دیگه کار از کار گذشته بود. با وجود این اعترافات شواهد نشون میداد که اکبر و نگار هر دو در این جنایت دست دارن. در حالی که اولیای دم مقتول شناسایی نشده بودن پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قبل از ادامه بررسی این قتل، اگر تو اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون. اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا برگردیم به ادامه بررسی این پرونده. حالا بریم به روز دادگاه با گذشت سه سال از وقوع این جنایت متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه شدند در این جلسه که به ریاست قاضی محمد باقر قربانزاده و با حضور قاضی عیسی قفاری برگزار شد ابتدا نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و به دفاع از کیفرخواست پرداخت اون گفت بر اساس تحقیقات انجام شده در دادسرا هر دو متهم در این جنایت دست دارن و جرمشون مهرس شده. حال از اونجا که اولیای دم مقتول شناسایی نشدن بنابر درخواست معاون قوه قضایی خواستار قصاص هر دو متهم به اتهام مشارکت در قتل هستم. سپس قاضی با تفهیم تام به اکبر از اون خواست به دفاع از خودش بپردازه. پسر جوان در جایگاه ایستاد و گفت اتهام قتل رو قبول ندارم چرا که من فقط یه سیلی به مقتول زدم. این نگار بود که سر سیما رو چندین مرتبه به دیوار کوبید و اونو به قتل رسوند. اونا از همون روز اولی که همدیگر رو دیدن با هم اختلاف داشتن. حدود دو سال قبل از این حادثه با سیما آشنا شدم. در اون زمان اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت. من که با مادر و خواهرم زندگی می کردم اونو به خونمون بردم و بهش کمک کردم تا مواد رو ترک کنه. خیلی سختی کشیدیم و تلاش کردیم تا اون اعتیادش رو ترک کنه وقتی خوب شد دیگه با ما زندگی کرد و قرار شد که پرستار خونگی مادر بیمارم باشه. ما در کنار همدیگه زندگی می کردیم تا اینکه با نگار آشنا شدم. یه روز وقتی به حوالی میدون راهن رفته بودم اونا کنار یه باجه تلفن دیدم. می گفت از خونه فرار کرده و کمک می خواد تا به شهرستان بره. منم اونو به خونمون بردم و بهش پناه دادم و اونم با ما زندگی می کرد. سیما و نگار در کنار همدیگه در خونه ما زندگی میکردن اما گاهی با هم درگیر می شدن. چند مرتبه وقتی به خونه برگشتم دیدم که به جون همدیگه افتادن. اونا به هم حسودی میکردن و مدام هر کدوم از اون یکی بدگویی می کرد. درگیری های اونا ادامه داشت تا اینکه شب حادثه رسید. اون شب من بیرون بودم که حدود ساعت یک بامداد خواهرم تماس گرفت و گفت سیما و نگار با همدیگه درگیر شدن. منم خودم رو به خونه رسوندم. اول نفر یه سیلی به اونا زدم و آروم شدم. تهدیدشون کردم که دیگه نباید تو خونم با هم درگیر بشن. بعد دست و صورتم رو شستم. اما وقتی برگشتم دیدم نگار دوباره درگیری رو شروع کرده. اون سر سیما رو گرفته بود و محکم به دیوار میکوبید. بعد از اون سیما بیجون شد و روی زمین افتاد. میخواستم اورژانس خبر کنم اما نگار نمیذاشت. اون میگفت اگه به سیما کمک کنم داد و فریاد میکنه و آب رو ریزی را میندازه. بالاخره چند دقیقه بعد خواهرم صدای ما رو شنید و آمبولانس خبر کرد. حال سیما خیلی بد بود. با این حال منم هم همراهش به بیمارستان رفتم اما فوت شده بود. من تو مرگ اون تقصیری نداشتم و این نگار بود که سیما رو به قتل رسوند. این زن منو فریب داد. وقتی دستگیر شدیم اون گفت پدرش وضعیت مالی خیلی خوبی داره و اگه قتل و گردن بگیرم و اون آزاد بشه زمینای پدرش رو میفروشه و دیگه یه مختول رو میده و منم آزاد میکنه. منم به خاطر حرفاش به قتل اعتراف کردم. اما بعد فهمیدم که فریب خوردم و اون دیگه سراغی از من نگرفت. دومین متهمی که در جایگاه استاد نگار بود. قاضی اتهام اون رو هم مشارکت در قتل عمدی اعلام کرد و ازش خواست در برابر این اتهام سنگین از خودش دفاع کنه. نگار گفت همه ی حرف اکبر دروغه. اون اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و خودش چند ضربه به سر سیما زد و اونو به قتل رسوند. حالا میخواد همه چیزو گردن من بندازه. من یه بچه هشت ساله دارم. اون زمان چون شوهرم به مواد مخدر اعتیاد داشت اونو رها کردم. میخواستم به خونه ی پدرم تو شهرستان برم و با جوون دیگه ای ازدواج کنم. از زندگی با شوهر معتادم خسته شده بودم. در نزدیکی یه باجه تلفن تو میدون راهن ایستاده بودم که اکبر رو دیدم. اون فریبم داد و منو سوار ماشینش کرد. میگفت میخواد به من کمک کنه. من پول لازم داشتم و گفت اگه به خونش برم و یه شب پیشش باشم به من پول میده. منم قبول کردم. اما اون منو یازده ماه تو خونش نگه داشت و در این مدت به طور مخفیانه در اونجا زندگی می کردم و خبری از شوهر و فرزندم نداشتم. تو خونه اکبر با سیما آشنا شدم. اونم مثل من به دام اکبر افتاده بود. اونجا پاتوق افراد خلافکار و معتاد بود. در این مدت چند مرتبه با سیما درگیر شدم. اون وردای عجیب و غریبی می خوند و تو غذامون فوت می کرد. مدام از من به اکبر بد می گفت و کاری می کتک بخورم. با این حال درگیریامون اونقدر جدی نبود که اونو به قتل برسونم. مدتی بود که اکبر میخواست سیما رو سیغه کنه اما اون راضی به این کار نبود. بارا بهش اصرار کرد اما فایده ای نداشت تا اینکه شب حادثه با همدیگه درگیر شدن و اکبر با دسته تی چند مرتبه به سر سیما کوبید. اون اول ناله میکرد و من صداشو میشنیدم اما چند ساعت بعد دیگه ساکت شد و وقتی اونو به بیمارستان برد دیگه فایده ای نداشت. اکبر باعث مرگ سیما شد و من تو این قتل نقشی نداشتم. حالا که همه چیز معلوم شده، اکبر میخواد از مجازاتش فرار کنه. همه یه حرف و اکبر درباره زمینای پدرم دروغه. پدرم کارمنده و ملک و املاکی نداره که بخواد اونا رو به من بده. اون زندگی منو سیاه کرد. حالا میخواد از مجازاتش فرار کنه. من تو زندان سعی کردم اصلاح بشم و قول میدم دیگه اشتباهات گذشته رو تکرار نکنم. زمان دستگیری فقط تا کلاس چهارم دبستان درس خونده بودم اما تو زندان ادامه تحصیل دادم. از قضات دادگاه میخوام که به من کمک کنن. در اینجا قاضی از نگار پرسید درباره خودت صحبت کن. چند سال داری؟ نگار جواب داد من متولد سال 1368 هستم و تا قبل از دستگیری تا کلاس چهارم دبستان درس خونده بودم اما در زندان درسم و ادامه دادم قاضی پرسید چطور با اکبر آشنا شدی؟ متهم گفت نه سال قبل با شوهرم ازدواج کردم فکر می کردم که زندگی خوبی می توانم داشته باشم اما بعد فهمیدم که اون معتاده با اینکه یه پسر پنج ساله داشتم اما زندگی در کنار یه شوهر معتاد خیلی برام سخت بود خیلی تلاش کردم که اوضاع زندگیم بهتر بشه اما نشد. هر بار که با شوهرم درگیر می شدم به خونه عموم می رفتم. اما این بار تصمیم گرفتم از خونه فرار کنم و به شهرمون برگردم. اما همون روز با اکبر آشنا شدم. بازی پرسید چرا بعد از اینکه اون کمکت نکرد از خونش نرفتی؟ متهم پاسخ داد روزی که به خونش می رفتم به من گفت سرتو پایین بگیر. منم حرفشو گوش کردم. به همین دلیل آدرس خونش رو یاد نگرفتم و اصلا نمیدونستم کجا هستم. از طرفی هیچ پولی نداشتم و اگه برمیگشتم معلوم نبود شوهرم و خونه چه بلایی سرم میارن. بکبر گفتم که من شوهر و فرزند دارم. منو از اینجا ببر. اما اون قبول نکرد. منم از ترس شوهرم تو خونه اون موندم. وقتی اظهارات متهمان در خصوص قتل پایان یافت، جلسه محاکمه به طور غیر علنی ادامه یافت. تا به اتهام رابطه نامشروع دو متهم رسیدگی بشه. در این بخش از محاکمه هر دو متهم اتهام رابطه نامشروع رو پذیرفتن و در نهایت ختم جلسه اعلام شد و قرار شد قضات وارد شور بشن و رأی نهایی رو اعلام کنن. بر اساس رأی قضات اکبر به دلیل قتل عمد، فروش مواد مخدر و رابطه نامشروع به 85 ضرب شلاق و اعدام محکوم شد و نگار به دلیل همدستی در قتل و رابطه نامشروع به 85 ضرب شلاق و 12 سال زندان محکوم شد. حالا یه سال آیا نگار به اجبار اکبر در خونش مونده بود یا به خواست خودش؟ برای بررسی راز تیرباران زن شوهردار در خونش بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدنه. نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی دارم پیروز و پایدار باشید